سلام دوستان گرامی، به همه آنهایی که تازه به وبیناری فکت‌چک نقطه تی جی پیوست شدن، یک بار دیگه همه شما آن را خوش آمدید میگوییم که امروز وبیناری نوبتی ما دایر به تحقیقات ژورنالیستی بخشیده شده است و اینجا ما دو نفر همکسبان خودمان را دعوت کردیم که دایر به تجربه خودشان با ما تبادل کرده باشند و برای ما از تجربه خودشان حرف زنند. یک قسمت کمی باشد ما دایر به مسئله نظریوی حرف میزنیم و بعدا از نقطه نظری خوب عملی نیست برایتون معلومات خواهیم داد. از این رو اگر کسی وابسته به موضوع ما در رفت وبیناری ما سوالی داشته باشد، میتونید میکروفون خودتون رو پیوست کرده سوالی خودتون رو پیشنهاد کنید یا اینکه در چت میتونه سوال های خودتون رو پیشنهاد کنید، ما با نوبت اون رو برای سپیکران امروزه قرائت میکنیم. فقط اینکه اگر وقتی که شما سوال خودتون رو پیشنهاد میکنید، اینجا دو نفر سپیکر ما هستن، ما معرفی میکنیم. شما برای کی یعنی سوال رو پیشنهاد میکنید لطفا نام و نسب شما رو نویسید، اگر نه شما میتونید به هر دوشون مراجعه کنید، یکی از اونها حتما برای شما از تجربه خودشون حرف بزنم. خب امروز طور گفتیم و اعلان کرده بودیم گلابشان سوقیف و همکار همکسب ما و یکی از دوستان ما هستن که در وبینر ما اشتراک دارن. گلابشان سالیان زیاد وابسته به تحقیقات ژورنالیستی کار کرده است و چند مواد تحقیقات روزنامه‌نگاری نیز انجام داده است، هم از جهت نظریه‌ای بلد است و هم گفتن ممکن است که موادهای خودش را در این جاده نیز تب و نشر کرده است که در رفته ترینینگ میتواند چند موادی خودش را نیز بطن برای ما ارسال کرده باشد که تا شما نیز از تحقیقات گلابشان نیز باخبر باشید. و دویم نفر یعقوب حلیموف هستند که باز یک گویم که ژورنالیست همکس و دوستی ما که در همین جاده تحقیقات ژورنالیستی نیست، چند تحقیقات ژورنالیستی گفتم نشر کرده استم، تجربه زیاد دارن، خاصه تجربه عملی یعقوب در این جاده بسیار کلان است و اینجا هر دو نفر آمدن که دایر به تحقیقات ژورنالیستی از تجربه خودشان برای من و شما حرف زنن. هر سوالی که هست وابسته به تحقیقات ژورنالیستی میتونید اینجا پیشنهاد کنید و در بیشتر موارد ما موادهای تحلیلی را از تحقیقات ژورنالیستی فرق کرده نمیتوانیم و خوب میشد که شما نیست وابسته در امروز ترنینگ نیست از همین جنبه نیست نگاه کنید، از همین زاویه نیست نگاه کنید که اصلا خود تحقیقات ژورنالیستی چی است و مواد تحلیلی چی است که ما در تجربه کاری ژورنالیستی در بیشتر موارد آن را به هم چی میکنیم مانند میکنیم و فرق میان آنها بسیار اشتباه ها زیاد هستند که در این باره نیست گلابشان و یعقوب نیست امید میکنم که حرف خواهند زد. خب حالا سخن را به درازا نمیکشیم و به گلابشان پیشنهاد میکنیم که تا گلابشان دایر به تحقیقات ژورنالیستی معلومات داده باشند. گلابشان مرحمت برای شما. تشکر زیاد جمشید. سلام و درود به همکسبان و دوستان عزیز که این لحظه با ما هستند و تشکر از آقای شهادت، از جمشید، از فکت چک تیجی که امکانیت دادن که ما با همکسب ها در موضوع بسیار مهم برای ژورنالیستان جوان، ژورنالیستان امروز که در رسانه های ما کار میکنند امکانیت دادند و من کوشش میکنم که از تجربه کاری که در دوام چند سال تا آمدن به نمایندگی انستیتوت نیکاس جنگ و صلح در مرکز تحقیقات ژورنالیستی داشتم و چند سال آخری که در IWPR کار میکنم و مخصوصا در سمت تحقیقات ژورنالیستی با ژورنالیست ها سر و کار دارم، میخوام کوتاه مختصر در باره بعضی نقطه های مهمی که در کار هر روزه ما دچار می شود صحبت کنم و آماده هستم و بعضی سوال هایی که برای گزاراندن تحقیقات ژورنالیستی به ژورنالیست پیدا می شوند جواب دهم و اینچنین هستند بعضی حالت هایی که من در اولی صحبت باید اشاره کنم که
بعضی سوال ها و بعضی نقطه هایی هستند که من نمی توانم در اینجا با شما گپ زنم. هر کسی که خواهش داشته باشد بعدا می تواند با من نویسد یا که به اپ شهادت مراجعه کند یا که به جمشید. من می توانم جواب پاسخ گردانم. حالا شروع می کنم با پریزنتاسیه که برای امروز آماده کردم. مرحبا جمشید. تحقیقات ژورنالیستی یک کاری بسیار نازک، بسیار مهم، بسیار مبرم و سری وقتی است برای جامعه امروز ژورنالیستی، چونکه ما در گذراندن تحقیقات ژورنالیستی و کادر ژورنالیستی که خصوصا به تحقیقات ژورنالیستی مشغول هستند خیلی کم هستند و ما خیلی نیاز داریم. از تحقیقات ژورنالیستی رو چگونه باید انجام داد؟ برای درست انجام دادن تحقیقات ژورنالیستی، ژورنالیست وظیفه دار است که به چند نقطه مهم باید اهمیت دهد. برای این ما الگوریتم کار طرز گذراندن تحقیقات ژورنالیستی رو ما به قسمت های معین تقسیم کردیم. یکی از قسمت های اساسی این انتخاب نمودن موضوع، نه تنها در خبر، در گزارش، در مقاله تحلیلی، بلکه در تحقیقات ژورنالیستی هم پیدا کردن موضوع یا که انتخاب نمودن موضوع از نقطه های اساسی کار به حساب می رود. بعد از اونی که ما موضوع رو انتخاب کردیم، ما باید با مشخص گردانیدن فرضیه. بسیاری از ژورنالیست‌ها، از همکسبان ما که با گذراندن تحقیقات یا میخوان که تحقیقات ژورنالیستی انجام دهند، برای پیشنهاد نمودن فرضیه دشواری میکشند و بسیار موضوع ها رو پیشنهاد میکنند و من بعضا میگم که این موضوع برای تحقیقات ژورنالیستی نیست. بعدا بحث می شود که برای چی این موضوع نمی تواند تحقیقات ژورنالیستی شود. من مثلا نقطه به نقطه بعضا می فهمونم که این در خود پرابلم دارد، پرابلم جامعه است، لیکن در اینجا یکان قانون بیرون نشده است، یکان کمبودی، یکان مثلا رشوه خوری است یا یکان نقطه دیگر نیست که ما این رو پگو اثبات کنیم که همینجا کمبودی شد، ما میتونم این کمبودی باید این اثبات شود. یعنی از همین نقطه ها از اول فرضیه رو درست انتخاب کردن نمیتونیم، فرضیه رو درست گفتن نمیتونیم، برای همین بعدا میشود در آخر که از موضوع دست میکشیم. ساختن نقشه کاری بسیار مهم است در کار ژورنالیستی و خصوصا در تحقیقات ژورنالیستی. اگر به نقشه ما کار رو شروع کنیم، یعنی کار ما بی سر و سامون می شود و نتیجه خوب نخواهد داد. جمع‌آوری اطلاعات، ساختن بایگانی. جمع‌آوری اطلاعات هم در کار تحقیقات ژورنالیستی بسیار مهم است. مثلا از کجا شروع کردن اطلاعات، چگونه بند و بست نمودن اطلاعات، یعنی این در کار ژورنالیست بسیار، اگر ما این را درست براه نمونیم، بعدا میتونیم ما در بین کار یا که در نیمه کار رهگم زنیم و یا از بحر تحقیقات گذاریم یا اینکه با یکان سمتی نادرست رویم. کارکرد و پرگردانی بایگانی و خلاصه. من این الگوریتم کار رو گفتم، حاضر یکتا با یکتا مشخصتر می فهمونم که منظوری از آوردن این چی بود. لطفا جمشید سلاید دیگر رو نیتونم. طلبات به موضوعی با برمی گردیم به همون نقطه یکم که موضوع تحقیقات گفتیم. طلبات به موضوع تحقیقات، ما اون موضوع هایی که همه روزه در رسانه های ما درج می شود، انعکاس می کنند، ژورنالیست ها در شبکه های اجتماعی بعضن هر گونه خبر ها پخش می شوند، می توانند اینا برای ما سرچشمه انتخاب موضوع شود. لیکن بعد از اونی که ما موضوع رو کار کرد می کنیم و در اونجا واقعا می بینیم که حقوقی یک نفر نقض شده است،
مثلا دست به یگان نفر منصبدار از منصبش سوء استفاده کرده، حقوق یک نفر را پایمال کرده است، یا از یگان نفر پوره برای انجام دادن یگان کار پوره طلب کرده استوده است، یا غیر قانونی مثلا یگان نفر را از کار پیش کرده است. به همین مونند خبرها، به همین مونند حالت های دچار می شویم که ما می توانیم از پی انجام دادن تحقیقات ژورنالیستی شویم. وقتی که من در مرکز تحقیقات ژورنالیستی کار می کردم، اکثرا ما موضوعی رو مورد تحقیقات قرار می دادیم که پرونده های جنایتی بودند، و وقتی که مثلا همون نفرهای جبر دیده که از مقامات قدرتی جوابی برای خودشان موافق پیدا نمی کردن، بعدا همون حکمنامه های سود رو گرفته و ما پیشنهاد می کردن که ما تحقیقات گذرانیم، و اون وقتا یک امکانیت بسیار خوب، وقتی که مطلب در روزنامه ها چاپ می شد، پراکراتور سپارش می دادن که از سر نو باز پرونده بازبینی شود، و یعنی همین گونه کمبودی هایی که در رفت کار بود ما همون های نشان می دادیم. وظیفه ژورنالیست هم اساسا همین چیز است، نشان دادن قانون شکنی، نشان دادن کمبودی و همین گونه. لیکن وقتی که ما در IWPR به همین گزاروندن تحقیقات ژورنالیستی مشغول شدیم، سمت کار کمتر دیگر شد. در مرکز تحقیقات واقعا حالت های بسیار چیز بودن، خودی موضوع ها با پیش ما می اومدن، با قبل ما بیشتر دسترسی داشتیم. لیکن وقتی که ما گروه ژورنالیست ها رو دعوت کردیم و با اونها ترینینگ های آموزشی گذاروندیم، بعد موضوع های بررسی کردیم و دنبالگیری کردیم این موضوع ها رو، یعنی بعض نیمی ژورنالیست ها از گذراندن تحقیقات دست کشیدند، نیمی دیگر مثلا برای گذراندن تحقیقات همون صبری که میگویند نداشتند. یعنی بسیار برای گذراندن تحقیقات ژورنالیست باید پیش از همه یک صبر و طاقت داشته باشد که همون پروسس هضم کرده تواند و زینه همین مرحله ها رو گذارد و به یک نتیجه میرسد. تحقیقات ژورنالیستی رنگ خبر یا که رنگ یک مصاحبه یا رنگ یک مقاله نیست که من امروز نویسم پگو اون رو نشر میکنم. از بسیار چیزها وابستگی دارد، نه فقط از خود ژورنالیست، بلکه از حالت هایی که به هم از نفرانی که به همون قضیه، به همون موضوع چیز دارند، وابستگی دارند، از اونها هم سخت وابستگی دارد، و به غیر از این باز مقامات های قدرتی هستند، ساختار دخل دار هستند که باید نظر اونها هم بسیار مهم است. عموما برای انتخاب نمودن این موضوع ژورنالیست می تواند، اگر در موضوع بیند که قانون ویران شده است، سوء استفاده از منصب شده است، یا یگان کمبودی دیگر هست و اون رو روی پوش شده است، می تواند که با اون دستند و اون رو مورد تحقیق قرار دهد. دیگر بعدن یکی از قسمت های دیگر تحقیقات ژورنالیستی این فرضیه است، و بحث ما همه وقت سری همین فرضیه می رود. منم وقتی که پیشتر کار میکردم در مرکز تحقیقات، من راستی فرضیه چی بودن، این فرضیه چند برای چی اهمیت دارد، فرضیه بود حتما داشتن این فرضیه، اهمیت نمی دادم. بعد از آنه که علی خمینوک برای ما و شما هم منشینوس است، برای ما تریننگ آموزشی مکتبی آموزشی گذاروندند و فهموندند که فرضیه چیست و این بسیار مهم است. بعد از آن من وقتی که برای من موضوع پیشنهاد میکنن یا که من موضوع پیشنهاد میکنم، دویم قدمی که میمونیم بحث ما یا که صحبت ما سر فرضیه میرود. فرضیه چیست؟ فرضیه این چیزی که
ایسبو طلب میکند. مثلا فرضیه سوبیکت و مولی تحقیقات رو عنیق میکند. فرضیه چونین سوال و چونین سوال ها رو در بر میگیرد که چی چی طور در نتیجه چی برای چی قانون بیرون میشود و این چی نتیجه میگیرد. همین سوال های هستند که ما باید وقتی که موضوع پیشنهاد موضوع انتخاب کردیم ما باید همین سوال ها رو در معنی خود جودیم و به این سوال ها باید جواب داشته باشیم پیش از اینکه همین واقعا همین نفر جنایتکار است، همین جنایت رو همین نفر صادر کرده است یا که این جنایتکار نیست لیکن نفر دیگر هست و با واسطه این جنایت رو پیشونده ایستادند. برای همین پیش از هر یک موضوعی که ما پیشنهاد میکنیم ما باید سری فرضیه زیادتر اندیشه کنیم، ما باید به خود باور داشته باشیم که ما در انجام تحقیقات یک خلاصه عنیق داشته باشیم که به همون با واسطه همون خلاصه فرضیه خودمون رو اثبات میکنیم. یعنی ما با قول یک پرونده این تحقیقات ژورنالیستی هم رنگ کاری مفتش است که یک پرونده رو میگیرد، از اول کار میکند، میآموزد و در آخر مثلا دلیل هایی که واقعا همون پرونده رو پر میکند همون رو همش آماده میکند، پیشنهاد میکند که مثلا فرض کردیم پگاه تو زینه سود میرود باید دلیل های در دست باشد که ثابت کند که همین آدم جنایتکار است. کاری ژورنالیستی تحقیقاتگر هم همین چیز است که وای باید با واسطه دلیل های خود برای ژورنالی با واسطه دلیل های خود نشان دهد که واقعا همین آدم در دست داشت در همین جنایت دست داشته است. گذاریم با سلاید دیگر. یکی از قدم های دیگر تحقیقات ژورنالیستی نقشه تحقیقات است. یعنی چگونه ما نقشه میسازیم، نقشه کار باید در خود چنین نقطه ها رو داشته باشد. مثلا مهلت وقتی که من با بچه ها وقتی که موضوع رو بررسی میکنم فرضیه دقیق شد بعد میگذاریم با سمتی که چند قدر وقت برای شما لازم است که شما همین موضوع رو پیگیری میکنید موضوع رو مورد تحقیقات قرار میدید. بچه هایی که علاقه تجربه زیاد دارند پیشکی میگن که خیر دوام 2 ماه 3 ماه 4 ماه 1 سال 6 ماه پیشکی برای خودشان چی میکنند. مثلا میدونند که هر یک درخواستی که اونها روان میکنند کمی کمش 15 روز تا 1 ماه مهلت است که و یا باید به همه درخواست های خود جواب گیرند و میدونند که چی قدر وقت بکر است. اون بچه هایی که نه به کار ژورنالیستی به تحقیقات ژورنالیستی شروع میکنند و یا عادتا میکنند که من 1 ماه با تیار میکنم بعدا این کار خیلی کشوله می شود که مثلا بعضی موضوع ها هست شاید دوام 1 ماه با 2 هفته انجام داده شود لیکن من در تجربه خودم یکم بار یکم با خودم هم در دوام در مدت 2 هفته یکم تحقیقات گذرانده نتوانستم و از بچه هایم از یکم نفر مثلا دوام 2 هفته با یا که 1 ماه با یک موضوع مشخص یک تحقیقات پوره کامل گرفته باشم. جواب کدام سوال و کدام اطلاعات رو باید گرفت. یعنی بعد از اونی که ما مهلت رو مقرر میکنیم دقیق میکنیم عنیق میکنیم ما باید برای خود سوال های ترتیب دهیم که ما باید به این سوال ها به کدام ساختار ها مراجعه کنیم، به کدام کارشناس مراجعه کنیم، این حجت ها رو از کجا پیدا کردن در کار است. یعنی روی خط سوال های ترتیب دادن در کار است که از روی همون ها سمت کار رو معاین کردن در کار است. اصول دسترسی اطلاعات یکی از پرابلم های رقم یکی کار ژورنالیست ها در تاجیکستان است. در دیگر کشورها کمتر آسان‌تر است لیکن در ما واقعا این مثلا امروز همین دسترسی مشکل نشده است. 10 سال پیش هم همین گونه بود، امروز هم همین گونه است. 10 سال پیش هم مثلا به درخواست ژورنالیستی تا
طرز جواب میدادن که یگان با درخواست ژورنالیستی طرز جواب میدادن که یگان جوابی موافق برای کار ژورنالیست در اونجا پیدا کردن نمیشود. امروز من بسیار وقت میبینم که با درخواست های بچه ها هم خیلی جواب میدن که با کاری که مثلا سوال هایی که پیشنهاد شده است یگان چیز یگان ذره نزدیکی ندارد یا که یگان جواب های عمومی هست که به درد ژورنالیست نمیخورد، به درد تحقیقات نمیخورد. ترتیب جمع آوری اطلاعات رو اینم با مانند همون قسمت های بالاتری که ذکر کردیم بسیار مهم است. مثلا بعضا می شود که از مرحله ها یا که از دایره های دورتر به موضوع وارد می شوند، بعضا می شود که از خودی از همون نقطه مهمی تحقیقات شروع می کنیم. مثلا اگر موضوع ما تابستان بود یک تحقیقات چاپ کردیم در خبر آسیا چی خیل حقوق کارمندان در زبادهای خشتبراری در گرد اطراف دوشنبه پایمال می شود و مثلا همین موضوع ژورنالیست از مشاهده های شخصی و از اصول اکسپریمنت شروع کرد. مثلا در این مورد اطلاعات جمع آوری کردن اطلاعات از نقطه های خیلی دورتر شروع می شود، لیکن مثلا اول آهسته آهسته در گرد و اطراف موضوع کار می کنیم، بعد می رویم و تا مصاحبه اساسی که باید با مسئولین ساحه دایر کنیم انجام دهیم. لیکن می شود موضوع هایی که از نقطه داغ همون سر شود. پیش از آن یک تحقیقات دیگر چاپ کردیم در مورد تجاوز شدن نابالغ از جانب سابق سودیا. اونجا علاقه پرونده بود مثلا پدری همون دختر نابالغ روزی شد که با ژورنالیست صحبت کند، یعنی از نقطه داغ شروع کردیم و خود و وابسته از خودی موضوع تحقیقات هست که ژورنالیست برای خودش دقیق کند که از چی شروع کند. بعضا وقت من با همکسبانی که با ما همکاری میکنند ما مصلحت میکنیم که باید از کجا سر کنیم، از کدام نقطه سر کنیم. بعضا موضوع های هستند که ما به اساس درخواست های ژورنالیستی شروع میکنیم، میگیم که درخواست های پیشتر را بکنیم تا جمع آوری نمودن اطلاعات علاقه ما به درخواست های جواب پیدا میکنیم. بعضا موضوع های هست که ما اول اطلاعات رو جمع میکنیم بعد درخواست های رو میکنیم که ما علاقه قسمت اساسی کار در دست ما هست، ما علاقه میدونیم که همین جا کمبودی ها هست و همون کمبودی ها در درخواست وارد میکنیم و به واسطه درخواست روان میکنیم و همین گونه جواب پیدا میکنیم. تقسیمات وظیفه و میان گروه کاری در من راستی دو تا تحقیقات آخری که رادیو آزادی نشر کرد در همونجا تنها دیدم که تحقیقات گروهی در تاجیکستان بچه ها انجام داده استودن. تو این وقت من مثلا در یگان رسانه همین کار رو ندیده بودم و وقتی که ما برای بچه ها در ما اصلا فقط من پیشتر ما هدف ما همین بود که یک نفر ژورنالیست و یک نفر حقوق شناس تحقیقات گذرانند و برای هم برای ژورنالیست سبکتر می شود و در قبطش یک نفر حقوق شناس است، حقوقدان است که هر جایی که وقت خطا می کند مثلا نشان می دید، هر جایی که از دایره قانون می برد و اصلاح می کند. این اگر بچه های هستند که در همون دایره همون تریننگ های اشتراک کردند و خوب می دونند، لیکن بچه های نوکار شاید از این چیز خبر ندارند، باز تاکید کردنی هستم که مقصد ما همین چیز بود که این کاری دست جمعونه است. اگر وظیفه ها تقسیم شوند و کار گروهی شود سبکتر است برای انجام دادن تحقیقات، مثلا زودتر شاید به هدف رسند و هدف کار یک تحقیقات بسیار موفق انجام داده شود. لیکن بدبختانه ما همین چیز پورا چیز که همین
کاری گروهی یعنی گذروندن تحقیقات ژورنالیستی در گروه ها ما همین چیز رو زنده کرده نتوانستیم، فعال کرده نتوانستیم، شاید بعدا نفرهای دیگر و ما شریک شوند و همین کار انجام دهیم. یعنی اگر وظیفه ها تقسیم شوند بسیار نقص می شود. اگر گروه مثلا همه هدفمندانه به همین سمت روانه شوند خوب می شود. اگر نشد هیچ ضرر هم ندارد، یک نفر ژورنالیست خودش به واسطه همین کار رو انجام دهد. مثلا جمشید از نمونه همون بچه های بودند که یک جای برستان تدقیقات می گذاروندن. بعدا مثلا خودشان هم تدقیقات رو گذاروندن و می دونند که مثلا بودن حقوق شناس در قبط ژورنالیست مهم است یا که نیست. فکر می کنم که وقتی که کار می کنید همون چیز احساس می کنید که برای شما لازم است یا لازم نیست. من با در قسمت های بعدی به این چیز برمی گردم. پیش از به صحرا بر آمدن چی باید کرد؟ این به صحرا بر آمدن یعنی پیش از اونی که ما با کار شروع می کنیم باید از چی آغاز کنیم؟ جستجوی قبلی اطلاعات. از کجا ما بیشتر موضوع ها رو پیدا میکنیم؟ مثلا یکم چیزی که در ذهن ما پیدا میشود یا که دوچار میشویم با اون و واسه اخبار ما رسانه های ما درباره این موضوع ها چی گفتند، چی پیشنهاد کرده بودند و همکاران ما چی نوشته بودند، همین چیز از همین چیزا شروع میکنیم. بعدا ما سر میزنیم با گوگل و سامانه‌های اجتماعی که بسیار یاردمچی خوب هستند برای کاری ژورنالیست، برای ژورنالیست تحقیقاتگر. بعد از آنی که ما شروع کردیم بعدم سرچشمه بسیار چیزی مهم است، بهادی سرچشمه های ضروری. ما باید در تحقیقات ژورنالیستی همین سرچشمه بسیار مهم است، خصوص در دیگر ژانرهای هم این چیز مهم است، لیکن در تحقیقات ژورنالیستی اگر ما سرچشمه نداشته باشیم ما فرضیه خودمون رو اثبات کرده نمیتوانیم. وقت به شما چقدر درباره این ما صحبت کردیم درباره وقت، لیکن فقط برای جمع آوری مواد وقت برای ما لازم نیست. بعضا ما مواد رو جمع آوری میکنیم لیکن برای جا به جا کردن اون، برای مثلا اگر متن خالی نباشد مثلا ویدیو داشته باشیم، یکون اینفوگرافیک ساختن در کار، برای این چیزهای ما باید پیشکی در نظر داشته باشیم که امروز خواننده امروز رو تنها با متن یا که با عکس قانع کردن بسیار دشوار است و المنت های دیگری که ما اگر در تحقیقات ژورنالیستی انجام دیم این برای ما یک سپری هست که ما با واسه اون خود رو محافظت کرده می توانیم. از اون جمله ویدیو اگر داشته باشیم علاقه خواننده خودش درک می کند که این تا کدام اندازه همین پرابلم جای دو همین کمبودی است، نقطانی است، همین چیزا جای داشتن که اون چیزی که میبینی و میخونی فرقیت حتما در اون دیده میشود. و برای تحقیقات ژورنالیستی یکی از کارها یا یکی از ژانرها، اکنون ژانر اون چیزی که من کوشش میکنم که بیشتر از قالب هایی که بودن از همون ها برایم تحقیقات ژورنالیستی یک کاری کلان است، با دهخانی کرده گیم برای انجام دادن این مبلغ لازم است. یعنی بی مبلغ ما نمیتوانیم همین کار رو انجام دادن. مثلا یک خبر بی مبلغ نوشتن ممکن است در دوامی 15-20 دقیقه نیم ساعت در اداره کاری ششتن یا که از خانه نشستن یا از یک سمارتفون مثلا در یک جون نشسته انجام دادن ممکن است نوشتن، لیکن تحقیقات ژورنالیستی خراجات دارد و خراجاتش کم نیست، وابسته به موضوع، وابسته به کاری که شما در نظرتون به نقشه میگذارید برای مبلغ در کار است. و ما باید پیش از همه فکر کنیم که این مبلغ ها رو از کجا پیدا میکنیم.
در تاجیکستان در دایره ژورنالیست های ما و رسانه های ما امکانیت های بسیار هستند. مثلا منظور من امکانیت های مالی زیاد هستند برای گذراندن تحقیقات ژورنالیستی، اما متاسفانه نه همه ژورنالیست ها همین امکانیت های استفاده میبرند. شاید درباره این بهتر صحبت میکنیم. آدمان یکی از قسمت های مهم، یکی از رکن های مهم کار تحقیقات ژورنالیستی است که مثلا کی و چند نفر بالای این موضوع تحقیقات کار میکنند. یعنی بغیر از آنی که ما گفتیم ژورنالیست ها همکسب ها هستند، مثلا کار گروهی میکنند، یعنی من در نظر دارم آدمانی که کارشناس حتما در کار است در گذراندن تحقیقات، یعنی موضوعی که شما انتخاب میکنید حتما باید از پای جستجوی کارشناس شوید که وی باید برای شما نشان دهد که انا در کجا مثلا از نگاه قانونگذاری به شما فهماند، یا که متخصصی همون صحه باشد که وی خوبتر میداند، مثلا از داخل درک میکند که واقعا همین سیستم در کجا قانون ویران شده است، در کجا نقصانی دارد، که یعنی راهی شما روشن میکند. و غیر از کارشناس خوب باید حقوق شناس خوب باشد که اول مثلا کمبودی های کار شما نشان دهد که پگو بعد از نشر شدن تحقیقات شما، یعنی خود شما به جوابگاری کشیده نشوید. و غیر از این اگر مثلا شما هنری کشیدنی یا دیزاین یا که جا به جا گذاری همین موادتون رو در رسانه های الکترونی باشد یا که در خود رسانه های چاپی باشد نداشته باشد، یک نفر باید باشد که همین کارا رو با شما کمک کند انجام دهد، یعنی در آماده کردن همین چیز در قبط شما باشد. مرحمت. سرچشمه های اطلاعات این نقطه دیگر است. آنهایی که برای دریافت و به سوال ها کمک میکنند آنها کی ها هستند؟ حجت ها رسمی باهای. یعنی موضوعی که ما انتخاب میکنیم پیش از همه ما یکون چیزی که در سر ما پیدا میشود ما با ساختارهای مراجعه کردن همون در کار است که به همین قضیه رفت دارند. یعنی اگر یکان جنایت شود حتما ما نظری پرکراتوره گرفتن همون در کار، نظری دادگاه گرفتن همون در کار، نظری اگر وابسته به وزارت کارهای داخلی باشد، یعنی به همون ساختارهایی که رفت دارد به همون مراجعه کردن در کار است، از همون ها نظر گرفتن در کار. بعد از آدم ها با حجت های هستند که در کار ما بسیار کمک میکنند، مثلا بمانند اگر مثلا در حالت ویران شدن شرطنامه کاری ما میتوانیم هم در حالت مثلا قطع کردن شرطنامه به اساس یا اینکه از کار راندن یا اینکه حاضر بحث مثلا از پلیس با مجموعه تب نشد اگر خطا نکنم شرح آزاد، مثلا همین گونه حجت های هستن که در رفت کار باید ژورنالیست از اونها استفاده برد. تشکیلات هایی که جمع آوری اطلاعات هستند، مثلا وابسته به موضوع ما می توانیم با اگر وابسته به حقوق انسان باشد ما می توانیم با تشکیلات های مراجعه کنیم که به واسطه در این سمت کار کنند. مثلا با مثلا ما میتوانیم از تحقیقات هایی که دیگر ها میگذرانند در همون سمت از اونها استفاده بریم. منبع های شبکوی، بایگانی، بعضی اطلاعات و واو. من درباره این چیزها گفتم و باز آدمانی که دارنده اطلاعات یا حجت هستند
بعضی وقت می شود که با ما با ژورنالیست ها بسیار وقت مراجعه میکنند که همین گونه حالت ها رخ دادند و من می خواهم که شما درباره همین تحقیقات گذرانید و این بسیار مهم است که ژورنالیست باید داند که از نفری که خود را جبر دیده حس میکند یا اینکه کار افتاده است ژورنالیست باید پیش از همه درک کند که وای مورد سوء استفاده همون کار افتاده نشود خصوصا در تحقیقات ژورنالیستی یک نفر میبید میگد که من مثلا فکت های در دست دارم که همین آدم با غیر قانونی صاحب همین بنا شده است یا اینکه یگون رابطه خیش تباری دارد که از همین چیز استفاده میبرد و حقوق دیگران را پایمال میکند اما وقت سنجیدن در کار است که تا کدام اندازه همین نفر با اعتماد است تا کدام اندازه مثلا میشود که به همون فکت ها یا که حجت هایی که در دست او هست اعتماد بست یا که تا کدام اندازه اونها چیز خاراکتری حقوقی گویم خطا نمیکنه مثلا با اونها تقیه کردن تا کدام اندازه درست است که پگو درد سر ژورنالیست نشود یا که ژورنالیست رو به جوابگری نکشند همین گونه نازوکی هایم هستند اصول جمع آوری اطلاعات فکر میکنم که برای ژورنالیست ها شناس است ما در کار ژورنالیستی در گذراندن تحقیقات ژورنالیستی بیشتر از در بالایم ذکر کردم از مشاهده های شخصی شروع میکنیم هستن مثلا مشاهده های شخصی مشاهده های کشاد و پوشیده هستن من با بچه ها اکثرا توصیه میدیم که کوشش کنند وقتی که میروم برای جمع آوری اطلاعات یا که برای آموختن موضوع پیگیری کردن کوشش میکنم گویم که بچه ها اعلان نکنند یا که نگویم که ما همین موضوع رو تحقیقات گذارنده استودیم ما پیگیری کرده استودیم کار تحقیقات کوشش کنند که همین چیزا مثلا طرز رفتار کنند که احساس نشود که شما همین کار رو کرده استودید یعنی شرط نیست رفته اعلان کردن که من تحقیقات گذارنده استودم یگون نفر یگون حتی همون آدمی که خود جبر دیده است یا که یگون وقتی که شما از همین چی بسم الله حتی از همین چی سر شد یک قدم و همصوبت شما قفا می رود و به شما اطلاعات نمی زد این از کمبودی حساسی ژورنالیست های ما هست که بعدا چیز نمی کنن موافق نمی شن در جمع آوری اطلاعات یعنی باز برمی گردیم به هنری خود ژورنالیست اصول تجربه بسیار یک اصول خوب است برای اثبات کردن اون که واقعا همین کمبودی واقعا همین جنایتی هست که مثلا اون را ژورنالیست می خواهد که نشان دهد با واسطه اصول اکسپریمنت بسیار چیزها رو ما می توانیم پیشنهاد کنیم و بسیار ریسکی که به سر ژورنالیست است با واسطه همین چیز از بین بریم بچه ها بسیار وقت در کار خود اصول اکسپریمنت رو استفاده می برند و این بسیار خوب است فکر می کنم دسترسی به حجت ها همه وقت حجت ها دسترس نیستند و ما بعضا وقت برای بچه ها توصیه می دیم که همون موضوع رو انتخاب میکنند که در داخل به قول ما یک کلمه رو استفاده میبریم انسایدر میگیم در همون داخل داشته نشان در کار است که به حجت هایی که در رفت تحقیقات در کار هستند باید دسترسی داشتن در کار است دسترسی مکتوب های اطلاعاتی درباره مکتوب های اطلاعاتی ما پیشتر هم گپ زدیم یعنی بدون درخواست های رسمی مکتوب های اطلاعاتی تحقیقات ما پران نیست و ما باید حتما وقتی که در مورد این یا اون ساختار موضوع تحقیقات میگیریم و میگذرانیم حتما نظر اونها بسیار مهم است
مصاحبه با آدمان و تحقیق، تحلیل و تشخیص، و این هم از نقطه های مهم کار تحقیقات ژورنالیستی است. دوامش جمشید، آدمان چی را میبینند و میخونند؟ نوشتن این یعنی طرز پیشنهاد نمودن خودی تحقیقات است. متن خالی می شود یا که سوژه تلویزیونی در ویزوالیزاسیا میگن صحیفه بندی و منتج، این از قسمت های آخری که وقتی که شما همه کار رو انجام دادید و سریع اون میبینید که با کدام شکل اون رو پیشنهاد میکنید. یعنی پیشکی شما در نظر داشته نکنید در است که اگر در تصفیفات شما ویدیو جای داشته باشد، یعنی این رو پیشکی به نظر گرفتن در کار است و در آخری کار باید سریع این برگشتن لازم است. دوامش تشخیص حقوقی، من نمیدونم در دیگر رسانه ها یا که دیگر همکاران وقتی که تطبیقات جنسی انجام میدین به تشخیص از تشخیص حقوقی میگذارن یا نه. در IWPR اون بچه که با ما همکاری میکنن، ما حتما هر یک تحقیقات جورنالیستی را از تشخیص حقوقی میگذارانیم. این هم به فایده کار ما است که ما برای خودمون دقیق میکنیم که در کجا ما خطا کردیم، در کجا ما قانون به قول قانون شکنی کردیم، یا که در کجا نازکی های قانون رو صرف نظر کردیم. حتما به متخصص مراجعه میکنیم. بعد از اونی که تحقیقات تیار شد، تحریر شد، ما از کمک حقوق شناس حتما استفاده میبریم. این هم به خودی ژورنالیست لازم است، هم به اداره که او در اونجا کار میکند. یعنی تو اندازه ریسک کم میشود. بایگانی خود رو نگاه دارید. هر همه معلوماتی که در شما در رفت کار جمع کردید حتما در یک جانی در چند جا نگهداری کردن در کار است، چون که حتما هر یک مطلبی که نشر می شود اون شما یک نفر رو کار و فعالیت یک نفر رو تفتیش کردید، تحقیق کردید و این نفر هم در برابر دلیل های شما برای خودش دلیل داشته شاید داشته باشد و یا می تواند که به دیگر جا مراجعه کند، خصوصا مثلا و دادگاه مراجعه کند که پگو مثلا در دادگاه شما می توانید از همین بایگانی خود مراجعه کنید. و قسمتی بسیار مهم این مشکلاتی که ژورنالیستان ما هنگام گذراندن تحقیقات ژورنالیستی روبرو می شوند. فکر می کنم که برای همه ما و شما این چیزها شناس هستند و من یک بار دیگر می گذارم و یادرس می شود. محدود بودن دسترسی به اطلاعات، این هر در کار ما دچار می شود. خودی رساندار ها یا که صاحبای نیوا و نمی خواهند که حوثمند نیستند که همین بچه ها به تطبیقات شروع شوند. بعدا فکر می کنم بچه ها که من همین کار و دست می زنم پگو به سری من چی می بیاد، یعنی از تجربه دیگر همکارا شاید همین چیز می بینند و در دل ترس دارند. تهدید به شخصیت خود ژورنالیست، کار ژورنالیستی همین خل است، لیکن یک چیز رو باید خاطر رسان کرد که بعضا آدم موضوع های بسیار جدی و دست میزند، از اونجا یکون تهدید نمی بیند، لیکن یک خبر نشر می کند که شاید تو بحث سودی هم شود. برای همین ترسیدن در کار نیست، لیکن از احتیاط هم کار بودن در کار هست. ناکفایه بودن این منبع ها، پول، وقت. بعد مشکل شخصی، این نداشتن همکار در این سمت. بسیار وقت بچه ها همین چیز رو تاکید میکنن که تنها هستند و با کمک نیاز دارن، خصوصا اگر بچه ها در منطقه ها کار کنند، برای گرفتن اطلاعات از مرکز بسیار مشکلی میکشن. ترس نهوده براهی هم در بعضی حالت ها ژورنالیست رو فرا میگیرد که شاید من همین چیز رو اثبات کرده نمیتوانم. مشکلات حقوقی، حتی مثلا ما سالهای سال کار میکنیم با بسیار از حقوق شناسا همکاری داریم، بعضا خودی ما هم روبرو میشویم که حقوق شناسا دست میکشن میگن که ما نمیتوانیم با شما در همین موضوع
همفکر باشیم یا اینکه ما نمیتونیم از تشخیص حقوق همین موضوع رو گذرانیم. یعنی این مشکلی حتما جای دارد. ترسی از دست دادن جای کار این در همه رسانه ها هست و همه ژورنالیست ها این چیز رو خوب میدونن. نبودن انانه گذراندن تحقیقات ژورنالیستی در ما تو هنوز هم همین چیز به انانه ندر اومده است که هر یک رسانه در خود باید بچه داشته باشد که به واسطه به همین گذراندن تحقیقات ژورنالیستی مشغول باشند. به نظرم تمام کردم جمشید. عذر زیاد که تشکر از هم کسبان که وقت جدا کردم گوش کردم. من آماده هستم که به سوال های شما پاسخ بدم. تشکر زیاد گلافشان برای یک معرفی نامه پرمحتوا. خب اینجا گلافشان یک نفر پرسم که پریزنتاسیون رو ما گرفته میتونیم یا نه، اگر با اجازه شما من میتونم برای اونها بعد روان کنم اگر روزی. بله بله من اجازت میتونم. خب یک نفر پرویز میپرسن که وقتی که تحقیقات از طرف سازمان یا شخص مبلغ گذاری میشود به غرضی تحقیقات رو چطور تامین میکنید؟ من مثلا من سازمان های رو در نظر من اون چیزی که از تجربه خودم گفته شدم، مثلا سازمان ما برای روش دادن ملکه خود ژورنالیست ها همین کار میکند. ما مثلا IWPR یکون حواسمندی ندارد یا که یکون مقصد ندارد که روادو همین موضوع رو خود ژورنالیست ها پیشنهاد میکنند و یا خودشون کمبودی رو میبینند. ما فقط راهنمایی میکنیم که مثلا در چی شروع کردن در کار است، چی خیلی نوشتن در کار است. اینم به مانند همونه که به بچه ها نوشتن خبر رو یاد میتین. تحقیقات ژورنالیستی هم ما همین گونه یک نمود. ما فقط آموزش میتیم، وظیفه ما آموزش دادن است. مثلا درست است وقتی که من ژورنالیست کار میکردم و به ما مراجعه میکردن، نفری که مثلا یک نفر نزدیکش به گناه مثلا پس پنجره رفته است یا که بحث دادگاهی دارند یا اینکه سر زمینی نزد حولگی بحث دارند، مثلا نفری که مراجعه میکنه، من خودم به واسطه در حالت های بودم که اومدن به ما مراجعه کردن که همین تحقیقات رو گذران مقاله نویسید. اونا نمیدونن که تحقیقات است چه مقاله نویسید. نفری که اومدن رفتن خراجات کردن، ما همون ناحیه دوردست رفتیم دیدیم که واقعا همون نفری که مراجعه کرد وای خودش قانون حقوق های همسایه‌اش رو پایمال کرده است و همونجا ما گفتیم که این مثلا من نمیتوانم و بحثی شما که خودتون قانون رو نقض کرده اید و من باز با طرفی شما باشم. مثلا هر چیزی که قانون میگید با طرفی همون باید ژورنالیست وظیفه است که همون از نگاه قانون باید شرط دهد. یعنی من فکر نمیکنم که در اینجا دست داشتن یگان سازمان است یا که یگان منفیت های یگان سازمان یا پشتی تحقیقات منفیت های یگان کس حمایه کرده شود. تشکر گلافشان. گلافشان من میدانم که شما گفتید اگر باز یگان ایلاوگیه باشد، میپرسن که خوشروز جمالیان برای تحقیقات ژورنالیستی چی از همه مهم است؟ فکرم شما جواب دادید. اگر یگان ایلاوه باشد مرحمت، اگر نه من یعقوب سخنرانی میکنم. من به فکرم از اون چیزایی که گفتم همین نقطه های بسیار مهم هستند در تحقیقات ژورنالیستی. فقط یک چیز شده نمیتواند چیزی مهم، یعنی تحقیقات ژورنالیستی قسمت مهم رو در برداری من در گفتم و در پریزنتاسیون هم این طور هستند. تشکر زیاد. دوستای گرامی بیاید حالا یعقوب هم در تماس هستن و چند حرف خودشان رو وابسته به مسئله تحقیقات ژورنالیستی، از بس که خودی گلافشان نیست هم از جهت نظریه‌ای و هم از جهت عملی چند نکته مهم رو ذکر کردم، ولی در هر صورت ما میخواستیم که یعقوب بیشتر در مثال تجربه خود اینجا با ما حرف زنند. اگر یکون سوالی باشد میتوانید به یعقوب نیست گفتنی داشته باشید اگر مرحمت. خب یعقوب شما رو میشنویدم بفکرم؟ بله صدای من هست. مرحبا. بله هست. مرحمت اگر نکته هایی که گلافشان نگفته باشن شما میتونید اضافه کنید.
بسیار تشکر، شام هم بخیر و شادی. من شاید بعضی از نکته هایی که معلم ذکر کردن تکرار کنم، ولی به هر صورت تکرار مادر دانش. خلاصه شروع میکنیم از این که من وقت زیاد نمیگیرم، شاید در حدود 10 تا 12 دقیقه جنبس میکنم قسمت نظریه و مقدمه ویره. بعد میتونیم شاید درباره اگر که تجربه های من سوالی باشد و درباره شرایطی انجام دادن تحقیقات در تاجیکستان سوالی باشد، میتونیم بعد صحبت کنیم، با سوال جواب کنیم. خب، تحقیقات ژورنالیستی چیست؟ تحقیقات ژورنالیستی این شاه ژانرهای ژورنالیستیک است. در بسیاری از کشورها به همین خلاصه رسیدن که تحقیقات ژورنالیستی شاه ژانرهای ژورنالیستیک است. چرا ما با تحقیقات مشغول میشویم؟ زیرا توسط تحقیقات میتوان به شفافیت و به شفافیت در فعالیت دولت، زندگی مردم و حیات اجتماعی مساعدت کرد. تحقیقات ژورنالیستی از ژورنالیستیکی معمولی یا عنعنوی روزمره چی فرق دارد؟ خبر و گزارش هایی که در روزنامه‌نگاری معمولی تهیه میکنیم خاصیت تحقیقی ندارند. پشت خبر، اظهار نظر و دیده و شنیده هایی که در روزنامه‌نگاری عنعنوی یا هر روزه استفاده میشوند چیز دیگری موجود نیست. یعنی با نشر خبر و گزارش رسالت روزنامه‌نگار ختم میشود، اما در تحقیقات روزنامه‌نگاری در بیشتر وقت واکنش و ماجراهای دیگر بعد از نشر تحقیقات پدید میآیند و شروع میشوند. یعنی تحقیقات ژورنالیستی حتما واکنش دارد، ادامه پیدا میکنند بعد از نشر مطلب. روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به حیات خصوصی آدمان توجه نمیکند، بلکه موضوعهای دارای اهمیت عمومی را به تحقیق میگیرد. روزنامه‌نگاری تحقیقاتی از چند منبع استفاده میکند، هم منابع انسانی و هم حجتی. خب، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی این به آشکار کردن سوء استفاده منصب و مقام، خلافکاری ها و بدکاری های کسانی روانه شده است که ثروت و قدرت دارند. روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به خاطر آن قانون شکنی ها را آشکار و به نمایش میگذارد که قانون شکنی ها اصلاح شوند. روزنامه‌نگاری تحقیقاتی پرده های سیر و اسرار را فرو می‌ریزاند و نقاب را از روی بدکاران و خلافکاران می‌گیرد. روزنامه‌نگاری تحقیقاتگر آشکار می‌سازد که چرا یک ایده از افراد یا تشکیلات و مؤسسه ها شکست می‌خورند و مفلس می‌شوند، اما یک ایده دیگر از آدمان و شرکت و کارخانه ها موفق می شوند. روزنامه‌نگاری تحقیقاتی این به مسئولیت جلب کردن صاحبان ثروت و قدرت است. روزنامه‌نگاری تحقیقاتگر مسئول حفظ منفعت های عمومی هستند. با آشکار کردن خلافکاری ها، سوء استفاده ها، ما تلاش می کنیم که افراد صاحب نفوذ و ثروتمند و مقامدار را برای اعمال صادر کرده شان به مسئولیت جلب سازیم. در روزنامه‌نگاری تحقیقاتی متن یا حاصل کار روزنامه‌نگار تا زمانی که کامل نشده است به نشر نمی‌رسد. متن می‌تواند اطلاع زیادی را در خود داشته و طولانی باشد. متن تحقیقات روزنامه‌نگاری خصلت هایی که یک روزنامه‌نگار تحقیقاتگر باید داشته باشد اینها هستند: یکم، شوق و شور. به قبل روزها گلازه گریت میگن، یعنی مثلا کسی که به تحقیقات روزنامه‌نگاری مشغول میشود موضوع انتخاب میکند، یعنی همیشه در فکر و ذکر و خیال موضوع باشد، آغشته موضوع باشد. روزنامه‌نگار تحقیقاتگر باید کنجکاو باشد، تشبثکار باشد، تفکری منطقی داشته باشد و با نظم و ترتیب باشد. مهارت خوبی خبرنویسی و گزارش نویسی داشته باشد. بعضی وقت مثلا مشاهده میکنیم بعضی از کسایی که میخواهند به تحقیقات روزنامه‌نگاری مشغول شوند، خبر نوشته نمیتوانند یا گزارش تهیه کرده نمیتوانند، یا حتما مثلا در این کار مهارت خوب ندارند ولی میخواهند به تحقیقات روزنامه‌نگاری مشغول شوند. برای نوشتن تحقیقات روزنامه‌نگاری، عموما برای گذراندن تحقیقات روزنامه‌نگاری، باید یک خبرنگار از این مرحله ها گذشته باشد. یعنی خوب خبر نوشته تواند، گزارش نوشته تواند، داند که مثلا خبر چگونه نوشته میشد، گزارش چگونه نوشته میشد، چه چیزها در کار است برای گزارش نویسی. یعنی تحقیقات روزنامه‌نگاری این قله اوج روزنامه‌نگاری است، قله کمال روزنامه‌نگاری است. به همین خاطر پیش از اینکه از مرحله های مثلا خبرنویسی و گزارش نویسی و آراستن مصاحبه و این چیزا نگذشتیم، بهتر است که به تحقیقات روزنامه‌نگاری مشغول نشویم. خب، از خصلت های دیگری که یک روزنامه‌نگار تحقیقاتگر باید داشته باشد این دانش وسیع عمومی و مهارت خوب جستجوگری است.
اراده و صبر داشته باشد، عدالت خواه و خوش اخلاق باشد، جرأت و جسارت و غیره صفت ها را باید داشته باشد. این صفت های است که مثلا استاندارد های بین الخلقی روزنامه‌نگاری تحقیقاتی پیش بینی کردن، یعنی طلب میکنن از خبرنگاری که از ژورنالیستی که تحقیقاتگر میشود باید همین صفت ها را داشته باشد. مرحله های تحقیقات روزنامه‌نگاری کدام ها هستند؟ این اول به دست آوردن سرنخ یا سرشته موضوع است. کسی کجای نقل کرد، مشاهده کردیم، از یکم خبر شنیدیم که مثلا شک و شبهه ما را زیاد کرد. بعد به هودهی و بررسی همین موضوع، آیا کرای تحقیقات را دارد یا نه. فرض کردیم که همین شب و روز یک خبر در رسانه های تاجیکستان بسیار بررسی می شود و بحث های را به وجود آورده است. این سربازی که از در ارتش از گب مانده است، یعنی قوه سخنگوی را از دست داده است. مقامات میگن که این تا آمدن به ارتش همین گونه بیمار بود. سوال پیدا میشد که اگر بیمار بود چگونه به ارتش بردن این سربازه. خلاصه وقتی همین موضوع دقت جلب میکند و کیروی تحقیقات را دارد میشد الکی شروع کرد و در قدم سوم ترتیب یا شکل دادنی فرضیه است، هیپوتزه. قدم چهارم مقرر کردن که حد اقل چی چیز به دست خواهیم آورد و حد اکثر چی. در همین موضوعی که اگر مثلا برای مثال بگیریم از گب ماندن سربازه، آیا ما میتوانیم که تقلب مثلا اسناد مربوط به صحتی همین سربازه پیدا کنیم؟ حد اقل، حد اکثر میتونیم اثبات کنیم که این سرباز در قسم نظامی لتوکوب شد و نمیدونم آبی جوش دادن یا چیکار کردن، اینه از گب ماند. خلاصه حدی اقل و حدی اکثری که ما در همین موضوع رو میتونیم مثلا اثبات کنیم. و قدم چهارم این جستجو و حسابات دادن است. یعنی اگر مثلا شما محرر داشته باشید و زیر نظری کدام محرر فعالیت کنید، حدی اقل هر هفته یک مرتبه باید به محرر حسابات دهید که چه چیزها جمع کردید و در صدد جمع‌آوری کدام چیزهای دیگر، معلومات های دیگر هسته و کدام معلومات های دیگر باقی ماندن یا ملاقات با کی های دیگر باقی ماندن. هم جستجو و هم حسابات دادن به محرر. ولی اگر که بدون محرر فعالیت میکنیم، باید که نقشه داشته باشیم و در نقشه خود ما وارد کنیم که چه چیز جمع آوری کردیم و چه های دیگر باقی مانده است و چه کار دیگر باید کنیم. در قدم نوبتی جمع آوردن و تحلیل اطلاع، یعنی همون اطلاعی که جمع آوردیم باید تقسیم بندی کنیم و تحلیل کنیم که آیا با هیپوتزی که گذاشتیم موافقت میکنن یا نه، هیپوتزی که ما داریم اثبات میکنن یا نه. تحلیل اطلاع در تحقیقات روزنامه‌نگاری معنی همین رو دارد. بعد قدم نوبتی نوشتن متن است. بعد نوشتن متن، تحریر و فکت چکینگ. بعد از تحریر و فکت چکینگ، نشر و پخش مواد و بعدا پیگیری کردن که چی واکنش ها میشود، در کدام رسانه ها بازنشر میشود، چه شرح و کامنتری های برای مطلب ما میآید و یا خدا نکرده مثلا دگان بحث‌های سودی یا دون چیزی دیگر میشد، پیگیری کردن همین موضوع خودمون. بعد نشر طور گفتیم ماجراها و کشوکش ها در تحقیقات روزنامه‌نگاری بعد از نشر مطلب شروع میشوند، یعنی با نشر مطلب رسالت روزنامه‌نگار در تحقیقات روزنامه‌نگاری به انجام نمیرسد بلکه ادامه پیدا میکند. من به دو نکته دیگر، به فرضیه و ایده برای تحقیقات میخوام استاد کنم و بعداً میتونیم به سوال و جواب گذاریم. به طور کوتاه فرضیه چیست؟ فرضیه نظریه و یا دستوری است که تحقیقاتگر تحقیقات را هدایت و رهبری میکند. یعنی دستور عمل و هدایتگری ما همین فرضیه است. روزنامه‌نگار باید دائم در یاد داشته باشد که در جستجوی چی است. همین فرضیه به روزنامه‌نگار کمک میکند که در جستجوی چی بودن را از یاد نبرارد. به فرضیه روزنامه‌نگار در داخل انبوه اطلاعی که جمع آورده است گم می شود. فرضیه تنها و تنها به آن محدود می شود که ما چه چیزی را می خواهیم اثبات کنیم. یعنی همگی از دو سه جمله عبارت از فرضیه و در تمام طول کار تحقیقاتی ما همین فرضیه را نباید از خاطر بروریم. همیشه باید در ذهن ما باشد، در پیش رو ما باشد. اگر ما در اتاق الهیده فعالیت کنیم اگر می توانیم همین فرضیه را چاپ کنیم در کاغذ و در پیشرومون آویزیم که ما در جستجوی چی هستیم.
فرضیه مثل قطب نما است که مثلا کشتی بدون قطب نما نمیتواند حرکت کند، یک روزنامه نگار تحقیقاتگر هم بدون فرضیه نمیتواند عمل کند. خوب، ایده ها برای تحقیقات روزنامه نگاری از کجا پیدا می شوند؟ منبه های آگاه، طوری که معلم گلافشان پیشتر نقل کردن، کارمندان یگان نهاد و اداره ها وزارت ها می توانند که برای ما مثلا موضوع پیشنهاد کنند که حتما شاید یگان غرض های خودشان رو دارند، ولی ما می توانیم جدا از غرض های اونها مثلا اگر موضوع جالب باشد کار تحقیقاتی کنیم. بعد دوم، مشاهده شخصی. فرضاً من همین تابستان با دستگیری اینستیتوت بنیاد مدد یا سارس یک تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام دادم در مورد نارسایی دستگاه های نفسدهی سنئی در تاجیکستان، همون ایویل ها. همین موضوع رو خود من مشاهده کردم و خودم پیدا کرده بودم وقتی که در کارانتین در اسفره بودم. از قرقیزستان آمدم و در کارانتین بودم در اسفره. کارمندان بیمارخانه گفتن که در همین بیمارخانه اونها دستگاه های نفسدهی سنئی نمیرسد، در صورت اوج گرفتن کسلی و زیاد شدن بیماران اونها نمیدونن که چیکار کنن. یعنی مشاهده شخصی کمک کرد که من برای تحقیقات روزنامه‌نگاری موضوع پیدا کنم. و منبع دیگر، این میتواند آوازه و غیبت های مردم باشد. مثلا من هم یک روز پیش یک گپه فهمیدم از زبان مردم که میگن که کسی که خود را کارمند کمیسریت معرفی کرده برای رهایی بچه ها از ابلا و مبلغ جمع کرده بود و بعد هم بازدار شد، در برنامه اخبار ویکیدهی تاجیکستان نشان دادن و در چند جاهای دیگه نشان دادن گناهگارش کردن که این مثلا فساد کاری میکرده است، پارا میگرفته است و خودش کارمند کمیسریت معرفی میکرده است. یعنی خلاصه همین بچه در عوض 10,000 سومانی از بازداشت رها شده است. میتواند این موضوع تحقیقات باشد در که از زبان مردم، یعنی از آوازه ها پیدا شده است موضوع و انکشاف یافته با تشکیل دادن فرضیه، میتواند که موضوع تحقیقات روزنامه‌نگاری باشد. منبع دیگر، این خبری رسانه ها است. مثالش همین سربازی که نخل کرده، یعنی آب جوش نشونده، اون از گب مونده است. این میتواند مثلا این همگی همکسبای ما خبری کوتاه یا یک گزارش نوشتن، اما ما میتوانیم که این تحقیقات کنیم و تمامی حالت هایی که در بسری همین سرباز بیچاره آمده است مثلا آشکار کنیم و به این واسطه جا داشتن خشونت، سرباز آزاری یا فسادکاری را در سیستم مدافعی تاجیکستان آشکار سازیم. این بچه شاید پیش از رفتن به ارتش بیمار بود و انا طبیبان با تقلب سندها نتیجه تشخیص این بچه را به سربازی فرستادن. مثلا میتونیم این اثبات کنیم، این اثبات کنیم که چگونه یک انسانی که به دعوای خود مقامات وزارت مدافع حاضر بیمار است، چگونه اینه به ارتش بردن. خب، خبری رسانه ها گفتیم. بعد یک منبع دیگری که میتواند انا سرچشمه موضوع برای تحقیقات روزنامه‌نگاری باشد، این پدیده و حالت و کارهایی که به نظر ما درست نمی نمایند. مثالش همین یک بار مشهور و در همه منطقه ها کشودن فیلیال های مثلا شرکت صفت فرم است. چگونه یک شرکتی که همگی یک چند سال پیش سری کار آمد، وارد میدان بازار داروباری شد و بازار رو به یک بارگی غصب کرد. میتونه مثلا این امیختار آموزیم، شاید به مسئله‌ای که در رده های بالای حکومت هستن به اونا رد دارد این شرکت، شاید از خودی همون هست یا از خیش و تبارشان هست، یا در نتیجه رقابت ناسالم این همه رو صاحب شده است. یعنی پدیده هایی که بدون اینکه در رسانه نشر شود، بدون اینکه کسی به ما نقل کند، از خودی مثلا دیدن و درک کردن که شاید همین جای کار نادرست است، همین کار شاید نادرست است، پشت همین چیزی نهفته است، غیر قانون شکنی های نهفته است یا فسادکاری نهفته است، همین هم میتواند سرنخ باشد برای شروع تحقیقات روزنامه نگاری. مثلا من چند سال پیش با رهبری معلمه محیا ناظمی و یک تحقیقات روزنامه‌نگاری داشتیم در مورد خرید و فروش شهادت نامه های رانندگی در تاجیکستان. من همون شب و روز خودم شاهد بودم که یکی از مهاجران از روسیه پول فرستاد و در تاجیکستان برای وی شهادت نامه رانندگی تهیه کردم و این باعث شد که من همین موضوع رو آموزم و اثبات کنم که در تاجیکستان شهادت نامه های رانندگی خرید و فروش می شوند. خب، به طور مختصر همین است. اگر که سوالای باشد و نفهمی های باشد، می توانیم من جواب دهم البته.
تشکر زیاد یعقوب که از تجربه خودتون حرف زدید. آنچه که وابسته به دستگاه ایویل گفتی من اینجا روان کردم در چت که اگر کسی خواهد میتواند از تحقیقات ژورنالیستی که یعقوب به نزدیکی انجام داده بود نشرش گرده بود و اینجا نیست من لینکش رو روان کردم میتواند بواسطه وارد شده مطالعه کرده باشه و همچنین مواد که گلافشان هنگام صحبت دایر به مسئله خطا نکنم اگر درباره زبانهای خشت بروری در تاجیکستان است تحقیقات رو افتاده بود که سفر به کریموف همکسی ما انجام داده است آن رو نیز من در چت روان کردم میتونید به واسطه شناس شوید از تحقیقات که اینجا انجام داده است خب دوستان گرامی در همینجا گلافشان و یعقوب چند نکته رو مهم رو حرف زدن اگر کسی سوال داشته باشد میتونید اینجا نویسید یا اینکه به واسطه میکروفون خود رو پیوست کرده به ما در تماس شد تا اینها جواب داده باشد یک نفر گلافشان هنگامی که شما برآمدید من بهتر دیدم سوال پرویز نویسته بودم برای شما که همه با مبلغ گذاری IWPR دسترسی ندارن آنها از کجا مبلغ پیدا نمایند یک بار دیگه تکرار میکردید پرویز میگویم که در مثال اون که یک سوالی که به شما داده بودن قبلا اینجا میگویم که همه با مبلغ گذاری IWPR دسترسی ندارن این در مثالی به فکرم همون شما که گفتید که یعنی تشکیلات شما آماده است برای دستگیری کردن انجام دادنی تحقیقات ژورنالیستی اینو میگن که اونها از کجا مبلغ پیدا نمیان وقتی که دسترسی ندارن چیکار ما من یک مرتبه دیگر باید ذکر کنم ما پیشتر یک سمتی کار انتخاب کردیم که اول بچه ها رو میاموزونیم و بعدا با اونها سر کار میکنیم مثلا موضوع میتیم یا موضوع انتخاب میکنند ما راهنمایی میکنیم بعضی کار ما مانیتورینگ میکنیم و همین گونه است لیکن بعضی از نفرهایی که مثلا موضوع دارند میخواهند که تحقیقات ژورنالیستی انجام دهند مرحمت مراجعت کنند من میتوانم که موضوعشون رو یک جایا کار کرد کنیم نقشه ترتیب دهیم فرضیهشون رو عمیق کنیم و اگر آماده هستن ما آماده هستیم که همکاری کنیم بدون بغیر از فکر میکنم IWPR با دیگر سازمان هایی هستن که از تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان روش دادن تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان سهم دارن و دستگیری میکنند مرحمت مراجعه کنند من پوچه الکترونی هم هست میتونم نویسم خب تشکر زیاد من به هر دو شما سوال داشتم وابسته به اونه که اینجا مهیا نویستم که تا نشر مواد تحلیل حقوقی نیست حتمی است چی نظر دارید از امروز برخی از نفرانی که ما در ترنینگ های تحقیقات ژورنالیستی اشتراک میکنیم میگن که در برابر اون که حقوق شناس اون را از نقطه نظر اون میبیند بیشتر که به ژورنالیست یکون تهدید نشود یا اینکه او را به مثلا یکون گویم که نویشتش خطا نباشد و اون رو به دادگاه نکشند از همین نقطه نظر بیشتر تحلیل میکند و خوف رو کمتر کرده بعضی از مسئلات های حقوقی خودش رو پیشنهاد میکند در برابر حقوق شناس میشود که امروز در اون ریدکسه یا اینکه تشکیلاتی که برای انجام دادن تحقیقات مساعدت میکند دلیل سنج هم نیست باشد که تو برای ژورنالیست معین کند که اون نقطه هایی که گفته میشود از کجا گرفته است چگونه آورده است سلکش کجا پیوند رو اشاره کنید دلیل سنج بسیار به مورد گفته ژورنالیستی تحقیقگر باید همین خصوصیت دلیل سنجی داشته باشد اگر خصوصیت دلیل سنجی نداشته باشد وای خودش پی نمیبرد که همین موضوع برای تحقیقات هست همین موضوع اثبات کرده میتواند همین موضوع با وای دلیل دارد ندارد یعنی همین خصوصیت ها باید یعقوب بسیار درست قید کردن در ژورنالیست باشد یعنی ژورنالیست اگر خودش و خود باور نداشته باشد که وای اثبات کردن نمیتواند همین چیز را یا که وای اثباتش ندارد وای پس خودش نمیتواند تحقیقات گذاراند وای
پیش از همه باید دلیل های خودش سنجد پیش از شروع کردن این موضوع. یعنی اگر همین خصوصیت ها نداشته باشد و از وی ژورنالیست تحقیق کردن نمی برود. باز یعقوب میتواند این رو بکنه. درست است. ما در همین فعالیت تحقیقات روزنامه‌نگاری یک دو مرتبه از نظری موادهای من از نظری فکت چکر های ورزیده گذشته است. من بسیار میخواستم از شنونده هایی که حالا ما رو میشنوند و همراه ما هستند فکت چکینگ مواد تحقیقاتی رو از فکت چکینگی که معمولا مثلا حاضر مثلا سایت جمشید است فرق کنند. فکت چکینگ مواد تحقیقاتی این است که مثلا شما می نویسید که انا احمد با منیجر سال فرض کردیم 80 ازدواج کردن. فکت چکر از شما طلب میکند که تو اثبات کن که امینو سال 1980 ازدواج کردن و روزنامه‌نگار میتواند برای اثبات مثلا همین گپ سندی ازدواج نکاح اونها را یا زکس اونها را مثلا نشان دهد بیارد. یعنی همین گونه مثلا این فعالیت حقوق شناس و فکت چکر در مواد روزنامه‌نگاری بسیار مهم و برجسته است. میتواند ژورنالیست جای مثلا که از سری سرکاری یا یگان بی اهمیتی و بی توجهی کند و یگان گپای بی اساس نویسد یا اساس دارن حرفاش اما اثبات کردن میتواند. فکت چکر حتما طلب میکند که اثبات کنه بگم سند نشان دهد، صدای نشان دهد، نوار نشان دهد، عکس نشان دهد که همون نوشته هاش جمله شه، حتی هر کلمه و عباره شه اثبات کند روزنامه نگار پیش از نشر مطلب. و حقوق شناس همچنین که مثلا میبیند مبادا یگان کلمه های یگان عباره های باعث به دادگاه کشیدن و تهمت تاخیر نباشد که مثلا به آبروی خود روزنامه نگار ضربه زند و در نهایت روزنامه نگار مجبور شود که عذر و معذرت خواهد. در تحقیقات روزنامه‌نگاری همین گونه است که اگر شما مثلا که به قبل روزها اپریویژن دادید تمام گویا کار شما به صفر برابر میشد. تشکر زیاد. خب تا زمانی که کسی دیگر خود سوال نده یک سوال دیگر است برای هر دوی شما. من پرسنده بودم که ما وقتی که تحقیقات رو معین میکنیم فرضیه و برای تحقیقات یعنی علاقه معین شد که باید که تحقیق کنه نه همیشه تحقیقات ها گویم که موفق میشن. یعنی هرچند تحقیقات ژورنالیستی هست ما بود نشر شد لیکن نظر به دیگر تحقیقات ها برخی از تحقیقات ها چندان گویم که موفق نمیشون. منظورم از نگاه اون که اونقدر رسانه‌ای نمیشون یا اینکه بحث و مناظره زیاد رو به بار نمیارن. شاید چی مشکل میشود که آنها چندان در وقتی که نشر شدن نظر به دیگر تحقیقات ها سخت معرفی نمیشون یا اینکه خواننده زیاد پیدا نمی. اولش از خود موضوع وابسته است. بعضی موضوع ها هستند که به قول اهمیت اجتماعیشان بسیار وسیع است به همه رفت دارد. بعضی موضوع های هستند که محدود هستند و برای همه مثلا اهمیت ندارند و از خودی مؤلف هم وابسته است که تو کدام اندازه کوشش میکند که موادش دسترسی همه باشد. مثلا از کدام کانال های استفاده میبرد برای تبلیغ کردن مطلبش بعدا پیگیری میکند نمیکند. ما بسیار وقت مثلا تحقیقات رو بچه ها انجام میدهند چاپ شد به همین کارشون رو انجام شده حساب میکنند لیکن قدم های دیگر رو فراموش میکنند. مثلا ما در کار خودمون با خودی یعقوبم با دیگر بچه هایم بعدا مثلا بعد 6 ماه بعد 1 سال میپرسیم که یگان نتیجه شد نشد. بعضا با ما هم توصیه میدادن که وقتی که انجام داده دو مقامات یگان چیز نشان نداد عکس العمل نشان نداد شما باید همون لجامه به دست خودتون گیرید و باز طلب کنید که برای چی همین کمبودی ها بودند و شما یکون چوره نندشیدید. یعنی از خود ژورنالیست وابسته دارد که آینده با مثلا همون شور و شعر یا که آوازه در گرد و اطراف همون تحقیقات زیاد شود. این از مهارت خود ژورنالیست هم زیاد وابستگی دارد. باز یعقوب تجربه دارد که مثلا بعد نشر شدن تحقیقاتش در وقتی نشستهای مطبوعاتی از مسئولین طلب میکردند که برای چی مثلا همین کمبودی تا حال جای دارد برای چی شما یگان چاره نندیشیدید
فکر میکنم که باید ما اول اگر ما خودمون محصول دستمون رو قدردانی نکنیم خوب نمایش گذاشتن نتوانیم دیگرای هم همین گونه رفتار میکنن. باز یعقوب بیان میکنه. بله من به گفته های معلم روزی هستم. این از خود خبرنگار روزنامه‌نگاری که می‌نویسد کار تحقیقاتی انجام می‌دهد از وای وابسته است. مثلا باید در متن تحقیقات حرف زیادتی نباشد، یعنی هر کلمه هر جمله در جای خودش باشد و جلب کننده باشد. دعواهایی که روزنامه‌نگار دارد می‌خواهد اثبات کند در تحقیقات بسیار برجسته و روشن باشند و هدف‌رس باشند، تا اینکه مثلا در همین شبکه‌ها و رسانه‌ها بحث‌ها را به وجود بیارند. اگر که مثلا در شبکه‌ها در رسانه‌ها بحث‌ها را به وجود آوردن، خواننده ها واکنش نشان دادن، حتما مقامات هم واکنش نشان میدهد. یک مسئله دیگر هست که مثلا اگر شما نسبت مقامدارای سطح های پایان تر تحقیقات انجام دهید، حتما واکنش میشه. در مثال رئیس ناحیه رودکی، خبرنگاران اونا به زمین فروشی دادن زمین برای خیش و تبارش متهم کردن و در نهایت یا شاید نتیجه چه بود از مقام گرفتن نوبتی بود، یعنی انتظار میرفت که وی از مقام میگیرند، یا حتما تاثیر همین مواد ژورنالیستی بود که اون مثلا خیلی در نهایت از کرسیش رفت. اما در باره بیک صبور شما میدونید ما مثلا یک تحقیقات انجام دادیم، انا هیچ واکنشی نشد، هیچ نهاد انا واکنش نکرد، در صورتی که ما از نهادهای معتبر مکتوب داشتیم، گفته بودند که کاری که بیک صبور میکند خلاف قانون است و نمیتواند یک منصبدار با تجارت مشغول شود و هاکزا. با این وجود واکنش نشد. ما از چند جا پرسیدیم و مثلا در رفت نشست های مطبوعاتی پرسیدیم، گفتن که حالا ما میبینیم، حالا بررسی میکنیم، ولی با این وجود واکنش نشد. همونطوری که گفتیم تحقیقات روزنامه نگاری بیشتر فعالیت صاحبان ثروت و قدرت به تحقیق میگیره، اما شرایط تاجیکستان، واقعیت تاجیکستان این است که اینا خیلی نفوذ زیاد دارن، میتوانن نادیده بگیرن، حتی همین بحث و سوالهای انا کاربرای شبکه‌های اجتماعی را در مجموع جامعه را میتوانن نادیده بگیرن، عموما واکنش نشان ندن. یعقوب تشکر زیاد، بلافشان به شما نیست تشکر زیاد. دوستو اگر یکون سوالی باشد نویسید یا اینکه با ما پیوست شوید، اگر نه چون که ما علاقه وقتی که ما جدا کرده بودیم با آخر استاده است، مرحمت یکون سوالی باشد بفرماید. و دیگر اینکه تو سوال من از هر دوشمه خواهش داشتم، ما نیز طوری که ما قبلا در چتی خودمو نویسته بودیم و یعقوب نیز با خبر بود، فکچه نقطه تیجی یعنی آماده است که چند تحقیقات را انجام دهد. برای همین ما به حال عین حال بچه ها مواد خودشان را برای تحقیقات تهیه کرده شدند، کدام مواد را میخواهند تحقیقات کنند. اگر امکان باشد میتونم که برای شما یعقوب و گلفشان مراجعه کنم که تو شما تا کدام موضوعی که انتخاب کردن برای تحقیقات درست میگیرد و فرضیه که اونها پیشنهاد میکنند تا کدام موضوع درست است، که شما مساعدت کنید، یعنی کمک کنید که بچه های ما توانن که تطبیقات خودشون رو در سامانه ما انجام داده باشن. یعنی بعدتر شما میتونن که به شما مراجعه کردن به امکان هست گلفشان اگر بله من آماده هستم که مصلحت دیم برای بچه ها راهنمایی کنم که مثلا در انتخاب موضوع، در ترتیب دادن نقشه، در معین کردن فرضیه کوشش میکنم که راهنمایی کنم. خب در چه قدر امکانم. تشکر گلفشان. در چه تلویدی من می‌نویسم که رخشانه که در تحقیقات ثبت مخفی ممکن است یا نه، شما چی فکر دارید؟ در تحقیقات ثبت مخفی ممکن است، لیکن وقت اون ثبت مخفی رو ما استفاده برای خودمون میتوانیم، لیکن در بحث دادگاهی و در دل ما نمیخورد، یعنی اونا قبول اعتراف نمیکنن، قبول نمیکنن، لیکن میشود برای چی نه، برای محافظت کردن خودی خودم، مثلا ما این کارو انجام میدیم. درست. بله یعنی نشر
کردن به ما نمیتونیم اونا نشر کردن نمیتونیم نه نشر کردن مثلا ما میتونیم ما بسیار وقت عکس میگیریم از همون ویدیوی برداشتگیمون عکس میگیریم لیکن اگر پگو مثلا دعوت و سود رود مثلا بحث دادگاهی شود اون ویدیو و آدیویی که ما ویدیویی که ما مثلا به طور مخفی برداشتیم اون چیز قبول نمیتونن همچون دلیل نه می توانن برعکس ما را به جوابگری کشن که ما به بله که ما قانون را نقض کردیم بله به حیات خصوصی دخالت کردیم اما برای ثبت کردن ما حق داریم طوری معلمه گفتن این همچون دلیل میشه برای ما فرض کردیم در همین تحقیقات خانه های بیک صبور من بیک صبور را ثبت کرده بودم اودیویی اما متنش استفاده کردم نه خودی اودیو را متن همون گویا که در خاطرم گرفتم و من نوشتم خب ببینید دوستو اینجا کمتر دیگر بحثم شدنش ممکن است مثلا شما میگوید که استفاده کردن ممکن است اما وقتی که در بحث های سودی هم نمیتونه همچون دلیل اعتراف شود در حالی که اگر اون نوار واقعا هم در خورد جامعه باشد مشکلی جامعه رو کشاده باشد چه خب دلیل این که شما غیر قانونی ثبت کردید دیگه ما خودمون قانون رو بیرون کردیم بله از نگاه قانون ما حمایه نمی کند برای همین ما نمی توانیم اون استفاده کنیم یعنی وقتی که ما همین سوال خودی ما هم همین سوال چند بار با حقوق شناس و بحث و بررسی کردیم قانون وقتی که محدود است ما باید اول ما خودمون قانون رو پایمال نکنیم بعد از دیگر رو طلب کنیم که و یا قانون رو پایمال نکنیم اگر ثبت مخفی نشود پس تحقیقات هم نمی شود که برای اثبات کرده اینش هم هست درست است آمده بله تشکر زیاد گلافشان و یعقوب که وقت خودتون رو جدا کردید برای امروزه ویبینری ما فکر میکنم که یکی از ویبینری خوبم شد چون که اصلا خودی گویم که تحقیقات ژورنالیستی یکی از موضوع یعنی یکی از ژانرهای به اصطلاح روسی کلمیناسیون ژورنالیستیک است یعنی خیلی که اینجا یعقوب هم گفت شوهش است و اینجا نشما از تجربه خودتون حرف زدید و فکر میکنم که برای بچه ها یک اندازه محتوای خوب هم داشت و این موادی ما نیز حتما ثبتش میشود و برای نیز بچه ها دسترسی میشود تشکر زیاد یک بار دیگر اونهایی که اگر شما میتونید با یکون سوال پیدا شده باشد میتونید نویسید که ما بهتر میتونیم اگر به سوال شما جواب داده باشیم ولی برای اونهایی که امروز اشتراک کردن یک جان سپاس میگویم و به دو نفر سپیکرانی ما که وقتی خودشان رو دریغ نداشته آمدن هرچند بیگاه شد لکه پنجونیم است لکه خودی بیگاه باید است و به هر دو شما تشکر به شما کامیابی میخواهم و ویبینرهای ما نیز با در پیش هستن ما میکنم که تجربه شما نیز در آینده نیز برای ما کمک خواهد کرد یک بار دیگر تشکر یعقوب گلافشان سلامت باشید خوب. تشکر از دعوتتون سلامت باشید خب موفقیت به همه یک جون سپاس همتون کامیاب باشید تا دیدار دوستای گرامی